من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. آل احمد یک شخصیت کاملا کاریزماتیک بود، دائم در حال ورجهورجو و حرکت و در این حال یک مسئله اجتماعی بود و یک مبارز پیشرو و در انتشار مجلات گوناگونی که یک تنه دست داشته و عامل اصلی بوده. جلال موجب فریب بسیاری از روشنفکران ما شد. مصطفی آل احمد کارگردان فیلم‌های پوسته و پرسپولیس از سه شنبه 5 روز فرصت دارد تا خود را به دادسرای امنیت زندان اوین معرفی کند، جایی که دوستان و همکارانش از جمله محمد رسولوف و جعفر پناهی از دیدار با او در چنین مکانی خوشحال نخواهند شد. حکم جدید 6 سال و 4 ماه زندان در حالی به مصطفی آل احمد ابلاغ شده که یکی از سنگین ترین احکام صادر شده سالهای اخیر برای سینماگران ایرانی است. با خبر شدیم که آقای مصطفی آل احمد، نویسنده، پژوهشگر و فیلمساز کشورمون، برای تحمل حکم 6 سال و 4 ماه حبس به دادسرای امنیت اوین احضار شدن، زندان اوین. این در حالیه که ایشون به شدت دچار مشکل بینایی شدن در دوران دستگیری اولشون. 17 تیر ماه گذشته در پی انتشار بیانیه‌ای به نام تفنگت را زمین بگذار به همراه چند تن از هنرمندان دیگه مثل آقای محمد رسولوف، بعدها آقای جعفر پناهی، مجید برزگر و مجتبی میر طهماسب و چند همراه دیگه دستگیر شدند. اتهاماتی که به مصطفی آل احمد ابلاغ شده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام است. به جرم امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار پس از حادثه متروپول و سرکوب مردم معترض از سوی نیروهای امنیتی و همچنین خواست از مسئولان حاکمیت جهت روشنگری به مردم درباره سند همکاری 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین. پیش از محاکمه قضایی خبرگزاری دولتی ایرنا در مقاله مفصل مصطفی آل احمد و محمد رسولوف را به آنچه ارتباط با ضد انقلاب، التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه مجرم شناخته بود. جالبه که بگم خدمتتون یکی از دلایل دستگیری آقای آل احمد واکنش نشون دادن نسبت به قرارداد 25 ساله بین ایران و چین هست. دقیقا همین قراردادی که امروز برای خود سران رژیم مبهم هست، یعنی با هزاران سوال امروز مواجهن، عاجز هستند حتی از احضار سفیر این کشور و پاسخگو کردن این کشور نسبت به فعالیت‌های اخیرش توی منطقه. در حالی که خیزش سراسری همچنان و به طور پیوسته ادامه دارد و در نتیجه آن هزاران نفر بازداشت و صدها تن به دست نیروهای حکومتی کشته شدند، کانون فیلمسازان مستقل ایران میگوید در حمایت از مردم و هنرمندان روشنگری را در جامعه جهانی ادامه خواهند داد تا شاید چشمهای به خواب زده شده در غرب را بر وضعیت واقعی و اسفناک مردم ایران باز کرد. ببینید، ما هم توی کانون فیلمسازان مستقل ایران سیاست روشنگری و افشاگری رو در پیش داریم. ما هم میایم که در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کنیم و واقعا به گوش همه مخاطبین آزاد برسونیم که در کشوری مثل ایران وقتی هنرمندی پرسشگری میکنه در مقابل سرمایه‌های کشورش که داره به تاراج میره، به زندان انداخته میشه. رمزگشایی حکم سنگین زندان برای مصطفی آل احمد، فیلمساز و منتقد، در این بگیر و ببندها یک چیز است: ایجاد ترس. ایجاد ترس به اندازه‌ای که حاکمیت آن را از جانب مردم و هنرمندان تجربه کرده.